زندگی من با طبیعت شکل میگیره. طبیعت یک منظره، یک باغ گلگونیه که از زیر همه چیز درش به هم پیوند خورده. باید طبیعت رو عمیقا احساس کرد تا بتونی جزئی از خودش بشی. وقتی جزئی از خود طبیعت شدی، جزئی از هوا شدی، جزئی از خود درخت شدی، جزئی از خود خاک شدی، جزئی از خود حیوان شدی، جزئی از خود انسان شدی، اون وقت جزئی از قوانین خود طبیعت شدی. منشأ الهام یک واژه کلیه. همه فکر میکنن از آسمان میاد. تو آسمان هیچی نیست. خداوند این زمین زیبا رو برای موجودات آفریده. کافی که زیبا بهش نگاه بکنی، به همه چیز زیبا نگاه بکنی، هم به گلاش زیبا نگاه بکنی، هم به ارتباطات انسانی زیبا نگاه بکنی، هم به جانداراش زیبا نگاه بکنی. اینا میشه منشأ الهام. تو آسمون چیزی نیست. اینها عادت شده که فکر میکنه الهام از هوا میاد. نخیر، الهام از وجودی میاد که در یک همزیستی عمیق با پیرامونت، با طبیعت، با انسانها قرار گرفته. الهام چیزی نیست که از هوا بیاد. وقتی که شما به یک حشره، به یک برگ بتوانید دقیق نگاه بکنی، توش زندگی هست، توش موسیقی هست. موسیقی به زور ساختنی نیست که سفارش بگیری چوب تو سرت بزنی به خاطر پول یه چیزی بخوای بسازی. همه چیز در خود طبیعت خداوند آفریده. مشکل آدمیان اینه که این ارتباط رو از دست دادن، که به زور میخوان موسیقی بنویسن، به زور میخوان اظهار عشق بکنن، به زور میخوان محبت بکنن. همه چیز به زور شده. الهام وجود خارجی نداره. شما اگر وصل بشین به هستی، وصلی به همه چیز، وصلی به همه صداها، وصلی به همه موسیقیها. باخ مگر فرصت فکر کردن داشت؟ یا موزارت؟ اون همه جور مینوشت، مینداخت کنار اینطوری. اصلا وقت نداشت ببینه که
اینا که نوشته اصلا درسته غلطه؟ اینا چی هست نوشته؟ مجموعه آثار باخ و موزارت رو یک نفر اگه بخواد رونویسی بکنه عمری بیش از خود موزارت میخواد. رونویسی فقط بخواد بکنه، نمیخواد بسازه، فقط رونویسی بکنه عمری بیش از موزارت میخواد. یک استاد سولانوازی که مثلا 24 ساعت یا 72 ساعت یا 48 ساعت یک بند سولنا میزنه، از رو چی میزنه؟ از رو جانش میزنه و قطع نمیکنه برای یه شاید سنا پول. من دیدم اینا رو مثلا تو عروسی های جای ایران، از رو چی میزنه؟ از رو حافظش داره میزنه، از روی خاطره نسلهاش داره میزنه. حالا شما یک نوازنده سنتور تو موسیقی دستگاهی که صد تا لقب استادم پیشوند و پسوندشه، بیاره بگین بیش از یک ساعت بزن، تموم میشه مطلبش. میگه بس دیگه، چقدر بزنم؟ همه دستگاه رو رفتم توش، اومدم بیرون زدم، تموم شد دیگه. ولی مال اون تموم نمیشه. چرا؟ چون اون وصل به طبیعت. اینه که وصل نیست به طبیعت، این وصل به سن، وصل به پول، وصل به کنسرت، وصل به بلیت. آمده که کنسرت بده، آمده یک ساعت بزنه. اون آمده سه شبانه روز مردم رو خوشحال بکنه و به آخرش هم یا شاباشی میگیره، کم یا زیاد میره خونش. کار آبا و اجدادیشه. نه بلیتی براش فروختن، نه بعد از تایم این تو این سالن میخوان کنسرتی بدن که اینو زودتر کلک شده کنن بره. شما رو دائم مستمرن به تلاش و تکاپو بار میداره چیه؟ یک ذاتی هست که داره حرکت میکنه. یعنی عنصر درونیه صرفا؟ بله، یک عنصر درونیه و داره رحم عوض میکنه و سعی میکنه که یک کمی هی بیشتر متوجه این تعویض رحم بشه. برنامه شما در زمین آهنگسازی چیه؟ من خیلی برنامه دارم، فقط آهنگسازی نیست، طرح زیادی دارم. میشه اسم ببری چی بخشایشو، نمونه هایشو؟ پروژه تبدیلات هست، جلد سوم لات المعارف که احتمالا از جلد چهارمش دیگه میسپارم به یه تیم دیگه. پروژه تبدیلات طرح زیادی دارم که اینا باید عملی بشه. آهنگسازی خیلی دارم، یکیش یک طرح خیلی وسیعی دارم، اون شعر آقای محمدرضا اصلانی. من بخش آوازی این منظومه آوازی سمفونیک رو ساختم، دو سال ساختم، منتها شعرش رو دادم آقای مرادخانی که ببینم که مجوز بهش میدن یا نه،
که بشینم ارکسترشو بنویسم، چون نوشتن ارکسترش 2 سال طول میکشه. جواب نمیدن دیگه. اصلا توی مملکت کسی آقا به من جواب نمیده. این که دیگه حرف سیاسی نیست که. یعنی ردم نمیگن که رد. نمیگن رد، نمیگن قبوله. میخوام ببینم که یه نامه به من بدن که این شعر مشکلی نداره، تا من بشینم ارکسترشو بنویسم. بخشای آوازشو همه نوشتم. یه پوئم سمفونی که آوازی عظیمه. خب من که بیکار نیستم 2 سال بشینم، 1 سال طول کشیده بخشای آوازشو ساختم. خب 1.5 سال 2 سال طول میکشه ارکسترشو بنویسم. خب وقتی که ارکستر رو بنویسم بعدم بگن نمیشه، که خب اینجوری 3 سال از عمر من رفته. من الان 61 سالمه، ورزش میکنم، یوگا میکنم، جسمم از کلی از این جوونا سرحالتر و قویتره. با دست و پام کاری ندارم، با ذهنم کار دارم. ولی بالاخره عمر نوح که ندارم، که 100 تا پروژه دارم که باید انجام بدم. 3 سال وقت کمی نیست که من صرف یک پروژه بکنم بعد اینو قاب کنم بذارم کنار. باید صرف یک پروژه‌ای بکنم که به یک نتیجه برسه تا زنده هستم. جواب نمیدن، جواب خیلی چیزها رو نمیدن. 20 سال ما رو کاشتن برای مکتب خونن. یک ارکستر میخواستم درست بکنم، باز 20 سال پیش، ارکستر سازهای ملی ایران، نه ارکستر موسیقی ملی ایران. ارکستر موسیقی ملی ایران که همش ساز غربیه، که حالا توش 2 تا تار و 2 تا سنتور هم نشسته. ارکستر سازهای ملی ایران 60 نفر، هم از سازهای موسیقی دستگاهی، هم از همه سازهای نواحی ایران. طرح نوشتم، فلان کردم، 15 سال دنبالش دویدم، آخرش دیدم همه این 15 سال سر کار بودم. خب حالا یک کسی بگه بیا الان تشکیل بده، میگم آن سبو بشکست، آن پیمانه ریخت، من دیگه نمیتونم برگردم به 15 سال پیش. من الان طرحهای دیگه دارم. اون موقع موضوعم بود. شما نمیتونی دیگه منو برگردونی به 15 سال پیش. اون پروژه مال 15 سال پیشم بود. نذاشتین بکنم. کلی ساز دادم ساختم، هم شکل هم قواره، که یک صدا باشن، یک کوک باشن. الان همه سازا تو موزه موسیقی. Thank you.